رفتی همه چی تموم میشد، تمام جملات امری و فرمایشی تبدیل میشد به خواهش کردن و التماس کردن. جمله چی بود؟ الان میرم به مامانت میگم. بعضی از خاطرات، بعضی از چیزا نمیشه درست تعریفشون کرد. یه مزه‌ای داره که از یاد آدم نمیره. مثل مثلا فکر کن که این که دارم میگم رو تخیل کنین، لواشک، ترش، ترش میبریش، یه ذره نمک میزنی، لوله میکنی، لوله سفت میذاری گوشه لپه، مزه 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 مزه. بعضی چیزا اینجوری هم. همین که فکر میکنی هم اینجوری میشن. الان فقط یه خواهش دارم، آب دهنتون رو قورت بدین. شادی و انرژی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که بلدن طعم زندگی رو برای دیگران اینجوری کنن. تیتراژ. دست بزنید، انرژی میده، خوبه، دست بزنید، خوبه، دست بزنید، خوبه، نه نه، خوبه، چطورین؟ عالی. من چطورم؟ عالی. اونا چطورن؟ عالی. تو خونه چطورن؟ عالی. مام بابا اینا چطورن؟ عالی. خالده اینا چطورن؟ عالی. خیلی عالی، خیلی خوشحالم. چقدر خوبه که بازم در خدمتتون هستیم. یه چراغ اون بالا یه اتفاقاتی براش افتاد. استودیوس دیگه. خب و اینکه می‌خوایم بخندیم. با ما تمرین خنده بکنید لطفاً. خیلی خیلی مثبت و مفید و معجزه آساست. نفس. 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 بکش. نخند بکش. نفس بکش. نفس. حالا. نفس. نفس. حالا
آخیش به به. خب کیا خیلی کیف کردن؟ کی اصلا کیف نکرد؟ کی اصلا کیف نکرد؟ از در شهر میمون بجم. در شهر؟ در شهر کجوک. در شهر کجوک؟ خبرنگار هستم من. خواستم باشم گفتن اینجا آتش سوزی شده. آقای جان می‌خواستم راجع به برنامه توضیح بدیم و بگین که جوری ساخته شده چه کجا بوده. شما صحبت می‌کنید میکروفون می‌گیرم دهن خودت بعد که مرسدا می‌بینید اینجا. من دارم آخه خودم. آها آره. خب منم که دارم. حاضر حضور هستم از شبکه کجوک در خدمت شما هستم. آقای جوان دلی. از برنامه و ساخت برنامه بگی و ما شنیدیم که اینجا آتش سوزی شده. ابدا. شما فکر می‌کنید که چه دونه فاز برنامه ارباش کجوکی حرف می‌زنی؟ بله. من که کجوکی نیستم. با من کجوکی حرف. آره شما فهمیدی که جواب دادی که. آها کجوکی اینا ساده است بفهمید. شما قبول دارید که چه دونه فاز برنامه مثلا که کم امکانش هست برنامه بعدی بیشتر کنید؟ این که تعداد نفرات رو بیشتر کنم یا ایمنی رو در استودیو بابت ایمنی بابت 32 نفر ایمنی رو بیشتر ایمنی رو در استودیو بیشتر کنید. شما شنیدیم که شما بچه‌ها پروژکتور چند شب پیش ترکی بچه‌ها در حادثه ایجاد افت داشت. شما قبول دارید؟ بله اینجا شده که یکی از چراغای ما آسیب ببینه به ترکه و خورداش بریزه ولی خدا رو شکر تا الان سر هیچ کس نریخته. البته که نمیدونم چند دفعه اتفاق افتاده. خیلی جالب بود. من یه سوال دیگه می‌خواستم بپرسم که شما فکر می‌کنید که این برنامه تا کی ادامه داره؟ فعلا ادامه داره. بعدم داشتم توضیح می‌دادم که ما اینجا هم نفراتی داریم که بتونن اطفای حریق بکنن هم تجهیزات و امکانات. و شما این حرفی که مثلا گفته شده که مثلا پرشو گفته تو بوف داره که مثلا تکذیب میکنید. بله تکذیب میکنید. و یه سوالی که بفهم میگم شما این سوال ها مثلا که اگه اتفاق حادثه رو خود نکرده فهم میکنید بیمه قائل هستید؟ بله حتما هر کسی اینجا کار میکنه بیمه است. بیمه است. بله. دروغ. یه نمونهش خود من که اصلا بیمه نیستم. چطوره؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی من بیمه هستم؟ شما چرا من پولی دست من نمیاد آقای جوان که بیمه پرداخت نمی کنیم. شما بیمه یا حادثه ایم. بگیر اینا رو بگیر اینا هم مهمه. بله. بعد یه نکته دارم دانیال جان تو الان این چیه؟ دوربینه دیگه کامرامنه دیگه. آه اون لنز الان اینقدر تابلو الکی بازی و خاله بازی در میاریم؟ آقا ما شما ما رو برنامه آفیش کنم میگم مثلا برو فرانجا مصاحبه کن ما هم وظیفه مونه که در شهر انجام دیر دیر دیش 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 دیر دیش 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 بفرمایید. چرا بفرمایید چرا نداره بس دیگه لوس باشه. حضور حاضر در استودیوی خندوانه از شهر کجوک. متشکرم. اسمت چیه؟ حضور حاضر. آها اسمت حضور حاضره. همه جا هست. آیه شاه حسینی بفرمایید. به دست قشنگ قبول که من صحبت خوب بوده با شما دادم. بله 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 خیلی عالی بود. مصاحبه خوب بود. خیلی خوشحال شدم. خیلی فوق العاده بود. به کجوکی سلام برسونید. سلامت باشین آقای جوان با اجازهتون. بفرمایید. خب بریم بخش بعدی. بدویم بریم بیان کار داریم. بود ارسال کلمه نسیم با آدرسی که این زیر نوشته شده شما صاحب 100 هزار تومان بن تخفیف از فروشگاه اینترنتی دابی میشین. گرفتین؟ تموم. دو و جدید ما رو ببینین. دو و جدید ما ببینین. دو و سه 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 چهار. دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو بوم بوم بوم.
دو بوم بوم بوم. یه روز خوبه میاین بی بهونه، آروم آروم که خنده جانمونه، یه حرفایی داریم شنیدنیه، یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکه ایش کجاست تو خندوونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از جا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. حرفای فلسفی رو عامیانه میرسونیم به گوش صادقانه، مثل رنگ گرم سادگیمون یا رؤیاهای توی بچگیمون. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکه‌ش کجاست تو خندوونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. حرفای من حرفای دل توست، یه دنیای خوب توی رویای توست. با چشمامون میشه با تو باشیم، شاید بی این شعر از هم بپاشیم. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکه‌ش کجاست تو خندوونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. دو و دو و دو و دو و دو بوم. خوب روی این کره خاکی که این همه آدم دارن زندگی میکنن، هر کی با داستان و قصه خودش داره زندگی میکنه و یک جوری هم میدرخشه، وقتی از زمین فاصله بگیری و هی بری بالا، یه آدمایی هستن یه جور دیگه میدرخشن و هر چی دور میشی انگار داری بهشون نزدیکتر میشی، هی بیشتر میدرخشن، هی نورانی تر میشن. دل شدن، بندهای پوتینشون رو سفت بستن و محکم شروع کردن به راه رفتن و رفتن تو دل دشمن و تو دل خطر. هیچ خطری هم البته وجود نداشته ها، هیچی، فقط مقادیر خمپاره و موشک و تانک و توپ و اینا رو سرشون خراب می شده، انقدر که یه سرشون هم مجروح شدن، یه سرشون هم شهید شدن. اینجور آدم ها الان خیلی هاشون روی شونه هاشون ستاره هست، روی شونه هاشون شمشیر هست، خوشه هست، ولی این بقیه زندگی میکنن و خودشونو جدا از مردم نمیدونن. این بقیه حرف میزنن، این بقیه زندگی میکنن، این بقیه راه میرن، این بقیه میخندن و این بقیه حواسشون به خیلی چیزا که برای ماها مهمه مهمه، براشون خیلی مهمه. مهمون امشبمون یکی از همون هست، یکی از همون هست که سرداره، خیلی خوشخنده است، خیلی با معرفته، خیلی با حاله و خیلی هم دوچرخه سواره. بذارین دعوت بکنم ازشون. دعوت میکنم از جناب آقای سردار مجتبی عسکری. بفرمایید.
عیدم هم دست شماست. مخلصم. سلام عرض میکنم. علیکم. مخلصیم. حالتون چطوره؟ رای شکر الحمدلله. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون صفای شما. دست شما درد نکنه. دستون درد نکنه. حتی گفت دست رو این چیزه نزن. اینجا منم یا اینجا میزنم یا اینجا میزنم یه جاهای دیگه میدونم کنم. گفتم خواستم روی نرم. شکم هم گفتم میگن بابا این بلد نیست چه دست رو شکم میگفتم علتش این میکروفون است. آره دقیقاً. چقدر میخندین؟ هر شب پیش آید دیگه. چقدر پیش میاد؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. ما چه جوری میگیم؟ خیلی. ما اینجوری میگیم خیلی. آه چرا بفهمید بگیم چی می‌خواستی حکایتون خیلی شما حکایتون رفت گفت ربعه داری ربع دارم این غلیظی نه مال ما هم غلیظه خیلی غلیظه آره چرا به شما میگن سردار دوچرخه کی گفت میگن آخو سنم یه طور اومده بالا دیگه یه پادگانی داریم یادماین داریم ابتدای اندیمش به اسم دو کوهه سه چهار ما از فصل سال رو اونجا هستیم از ماهی سال رو اونجا جای خوبی برای دوچرخه سواری من کارامو دیگه با ماشین انجام نمیدم به طور متوسط مثلا روزی 20 کیلومتر 17 کیلومتر من اونجا رکاب میذارم هر روز زنده باد هنوز هنوز زنده باد تشریف بده آقا چی شد شما اینقدر خوشخنده و خوشمشربید؟ بالاخره دیگه هر کسی را به هر کاری ساختن خب قطره ای که از جویباری میرود من یازار موله که دانی کشم بالاخره اینجوری دیگه ما هم اینجوری دیگه شما از بچگیتون برامون تعریف میکنین شیطنت میکردین چجوری بودین؟ عرض به خدمت شما بگم که حالا بچگی هم که مادرم یه خیلی شیطون بودی میگه گنجشکایی که میرفتن این بالا درخت ها لونه میکردن میگه اینا امو نداشتن دسته چیکار میکردن؟ میرفتن لونه هاشون بر میرفتن زمین بسته رو اونجا میرفتیم بالا؟ آره چون پسر یکی یه دونه بودن بعد چهار پنج تا خواهر خیلی هم با اون خیلی هوامون داشت یه دفعه اذیتش کردم با بیل میخواست بودن تو کمرم حالا اینقدر هوامون داشت خب شیطونی میکردیم دیگه چند وقت شیفه بودین؟ من درست از سال 58 که رفتم کردستان دیگه بودم تا پایان جنگ ولی هر جا که بالاخره نیاز بود میگفتن آقا برو میدویدیم دیگه آره و مسئولیتاتون چیا بوده؟ ما یه گردانی داریم توی لشکر 27 حضرت محمد رسول الله بهش میگن که گردان سیبداری شما خندواناتون بر وزن هندوانه است دیگه ما بهداریمون بر وزن سیبداری آره بهداری گردان بهداری لشکر 27 بهش میگفتیم گردان سیبداری بیشتر تو این بودم من تو رشته این تخصص اصلی بهداری بوده من تو تخریبچی هم بودم یه کارهای تخریبم تو سپاه مریوان و پاوه انجام میدادم بعد یه کار بهداری هم میکردیم تیروارچی هم بودم دوشکان میزدم از آغوز هم میکشیدم همه کار میکردیم هرچی پیش بده اینجا نه مطابق خیلی مسئولیت مهم نبوده که مثلا بخوایی اینا مهم نیست نه نه اصلا بازی همش اینکه شما رو برای چه کاری نیاز داشتن تو جبهه اون خیلی مهم بود پس مهم بوده نه اینکه چه کاری رو بخوای انجام بدی حالا که مثلا فرمانده باشی نباشی مسئول باشی آره این میفهم. مهم نبود میفهم آره عنوانه مهم نبود بله. کاری که میکردین مهم بود بله کار مهم بود یعنی محوریت کار بود بله. مسئولیت بله. و عنوانه و فرمانده و رئیس بله. و این حرفا اینا بازی بود بیشتر این راجع به شما خیلی گفته میشه که آقای مجتبی خان عسکری خیلی خاطرات جنگ و شیرین تعریف میکنه تو قلوف میکنن یه مدارت حالا ببینیم چه ما هم نظر بدیم میشه؟ بله شما هم نظر پس خاطره برامون تعریف کنیم از چی بگم؟ هر چی خودتون میدونید. از به خدمت شما که من قاطی پاتی میگم آره. یه منطقه به اسم فکه ولفج و مقدماتی و ولفج یک خدا رحمت کنه شهید بزرگوار چراغی رو فهمده لشکرم بود تو ایام از به خدمت شما بگم که
قبل از اینکه عملیات شروع بشه نزدیک 45 روز ما تو منطقه رو آماده میکردیم برای عملیات. غروبی که دم غروب یک ساعت مونده به غروب آفتاب، خورشید از سمت عراق میتابید، سمت غرب، سمت شرق، دید برای توپخانه دشمن عالی میشد، بکوب بکوب شروع میشد. به خاطر من فرمانده ما گفت تو این ساعت نرید بیرون تو سنگره، به اون کارم نمیخواید بکنید. خب نمیشد، بالاخره پشه بود، از گرما بود، هوای خوزستان، بعد مهمتر از من سرویس بهداشتی، نمیشد یه هفته داخل سنگره بمونیم. از طرف وقتی که میمد باز حواستم به اون خمپاره و به اون عرض به خدمت شما که توپه باشه. ما یه روز مشکل کلیه دردم داشتیم، خلاصه آمدیم بیرون. حالا ببینید اونجا اینجوری نبود که مثلا سرویس بهداشتی شما باید دم در سنگت بری بغل دستت باشه، مثل آپارتمانای الان. آره به مزگ در میایم بغل دست باشه. افتاد آدم سنگر وند بشه 200 متر اونورتر باس میافتی پر آبش میکردی 400 متر اونورتر داشتی سرویس میکردی. حالا غیر از بعد من از سنگر اومدم بیرون، ای دعا میکنم که این آفتابه آب داشته باشه، من سمت اون منبع نخوام برم 200 متر رو حذف کنم. اتفاقا خلاصه شد دیگه، دیدیم که یه کلی داره، یه نمن باد میامد خیلی کوچیک. ما حرکت کردیم، داشتم میرفتم به سمت سرویس، حالا یه گوشم به این آسمون سوته که خیز 3 ثانیه و 5 ثانیه برم، یه حواس من به مسیر که اشتباه نرم. همین داشتم میرفتم یه سوت اومد، منم آفتاب رو انداختم خیز رفتم، این صورت افتاد رو خاک، دیدم که انفجار نشد، عمل نکرد. آره گفتیم عمل نکردیم. بعد بلند شدم خودم تکوندم و حرکت کردم 7-8-10 قدم دیگه دوباره سوت مجدد اومد. باز ما خوابیدیم، باز این آفتابه نمیافتاد آب خالیشه که برگردیم پرش کنیم. شد حالا ما دیگه اینقدر حواسم به اون توپه و سوته و ترس و اینا بود که دیگه کی دنبال آب بود. حالا شده مثلا وهم داشتم نگاه میکردم دیدم هنوز یه مقدار بعضی کافی داره حرکت میکرد. بعد دوباره حرکت کردیم، باز خلاصه خیزیدیم و باز همون قصه پیش اومد، دیدیم اول نکرد دیگه، همین صورتم رو زمین بود، گفتم خب دیگه بالاخره هماهنگ ملک و ملکوت. نمیرم بیکارم این خیز بیدم، این هدف این آفتاب تپ تپ بیفته بقول شما زمین، ته آبم خالی بشه. همین بلند شدم حرکت کنم، دیدم که صدا خنده میاد، نیایی که میدم شهید ممقانی، شهید گیویچی، حسن خدامی، جواد ممقانی، اینا دوتاشون زندن، دوتاشون شهید شدن، دارم میخندم. گفتم چیه محمد خنده داره؟ خیز سوت خمپاره. اینا گفت نه عزیز من، نه اون سوت خمپاره خنده داره، نه خیز تو اینم خیلی عالیه، تو جای نیازه، من تا سوتی که تو میشنوی به واسطه ترس، این باد میوفه تو لوله آفتابه شت یه صدا میکنه، تو فکر میکنی این سوت خمپاره است، سوت لوله آفتابه است، تو به خاطر سوت لوله آفتابه خیز داره میری. آره حالا کار خودتون بوده. آره حالا این نکه ورمی داشته، من حواسم بی نبود، آفتاب وقتی آب نشه باشه امتحانم بکنید دیگه. اگه آفتاب اینجور باشه دوستان میتونید امتحانم بکنید، کاری نداریم. یه همچین بزنید حواستم به جای دیگه باشه، آفتاب باد توی لوله بیفته یه سوت کوچولو میزنه. آره ما فکر میکنیم سوت خمپاره است. عرض به خدمت شما که تو همون منطقه، تو همون ایام، یه کسی داشتیم و داریم، برنامه اسمش علی اصغر حاجی زاده است. اون موقعی که قصه رو میخوام برای شما بگم، این روایت رو، ایشون مثلا 20 سالش بود یا 21 سال تو همین رنج سندی، این بعد از اون رو تو زمانی که نیم باسه سنگر بیاد بیرون میومد بیرون، من بهش گفتم اصغر جان بیا داخل سنگر، میگو مثلا پشه کوره زیاده، روز بعد گفتم بگو گرمه، این دفعه گیر دادم بهش که تو نباید بیای بیرون تو محبته بچرخی. گفت برای چی نیام؟ گفتم بابا توپ خمپاره میاد عریف ماریوس خلاص. گفتم اصغر جان مادر نزاده کدوم بوده؟ هم توپ خم بیاد یه ترکش میاد مادر میزاد میخوره درجا مادر میزاد. آره دیگه حرفا گوش برف نکرد، گوش برف نکرد و از شد شب عملیات، شد شب عملیات. تو کل این 40-45 روز ما حریفی نشدیم، تو سنگر نگاش داریم، بعد شد شب عملیات.
ایشون مسئول یه محوری بود که کارش حد رتق فتق امور مجموعی بود. واسه بیاف آمبولانس در داخل خط و خط درگیری مجبور می‌برد اول عقب. من دیدم که کار گیر کرد. بلنش طرف دادم چه خبره؟ چرا کار گیر کرده؟ بچه‌ها گفتم آقا اصغر کجاست؟ کار به هم ریخته. گفتن آقا اون شب اول شب مجروح شد. گفتم الان کجاست؟ مگه نیدم؟ گفتم افتاد پایین رودخونه. یه رودخونه فسته بود. رفتم دیدم مار ترکش خورده این درانش. حالا حساب کن. خون ریزی، تشنه، گرسنه، سرمای شب ساعت مثلا یک بعد شب کویر خوزستان یه جوونی بیساره. بعد فریاد بزن آی ننه بابا دوت فریاد. من رستم بالا سرشتم فقط داره میلرزه. حالا یکی به خاطر شدت درد و سرمایی کم به خاطر که فشارش افتاد پایین ضعف کرده بود. خب من چراغ انداختم صورتش گفتم اصغر چی شد؟ چی شد ترکش خوردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اول نشناخت منو. من چراغ رو گردم سمت خودم هم صورتم تا دید منم گفت آجی مادر زایی مادر بابا ببین شما این 22 سال 21 سال این مثلا این وضعیت اینقدر طرف روحیه استقامت که تو اون لحظه هم به قول شما خنده رو ول نکنه. بس دیگه؟ نه بس نیست. راجع به شما یه گپی زده شده اونو با هم ببینین بعد گپ خودمون ادامه بدیم. بسم الله بفرمایید. اونی شما بگی؟ اینو باید این آنتنش رو باید درست کنی. آنتنشو بده به این دیواره. جذابیتش. جذابیت؟ حاج آقا تو ایام عید یکی از دلایلی که بچه‌ها خادمای راهیان نور از اقصا نقاط کشور از شهرها و روستاهای مختلف ایران جمع میشن تو دوکوه سر و دست میشکنن برای اینکه خادم دوکوه باشن یکی از دلایل مهمش سردار عسکری یا همون سردار دوچرخه خودمونه. یعنی چی؟ دوچرخه داره، یه دونه دوچرخه 28 قدیمی داره. خب کلا ما دوچرخه میچرخه تو پادگان و بر روایت میریم. اخلاص، فقط اخلاص. این مرد پر از اخلاصه واقعا. اخلاق و انسانیت رو ما تو اخلاص این پیدا کردیم. تکی کلامش چیه؟ فدایت. فدایت. فدایت همینجوری اشرف میذاره. چه جوری میگه؟ دستشو میاره بالا میگه فدایت. بابا اینطوری میگه. صحبت میگه بابا رولا اینجوری. این یه مقدار توی این فضا. آره این بحث فقط و فقط یک ویژگیشو بگو. اولا هر کاری رو که بهش علاقه داشته باشه میره و واقعا به زودی توش تبحر پیدا میکنه، توش مهارت پیدا میکنه. خب ایشون اصلا دشته تحصیلیش چیز دیگه ای بوده، میره توی جنگ و اون قصه بهداری جنگ و میشه مسئول بهداری لشکر 27 و اصلا خودشون عمل کردن. حاجی هر کاری که اراده کنه انجام میده. هر کاری اراده کنه. حتی فیلم سازی. حتی فیلم سازی. یه بعدیش این خیلی خسیسه. خسیسه؟ خسیس. پول مول اصلا ها؟ اصلا. ما 6 ماه با ایشون کار میکردیم آقا. 6 ماه. سه تا درخت بود توی مجموعه ما. با هیچ جام قرارداد نبسته بودن برای غذا. خب منم میبینید دیگه بالاخره نسبت به غذا خیلی حساسم. بعد صبحونه به ما توت میداد، نهار شاتوت میداد چون ما شبا هم اکثرا تا دیر وقت میموندیم، شام یا عصرونه هم یه دونه درخت پیوند توت و شاتوت بود. خدا شاهده باور کنید 6 ماه این وضعیت ما بود. الان این واقعا نتیجه شاتوت و توت و اینا نه دیگه، ما خودسازی میکردیم. خیلی حاجی شاید از ته دل قهقهی نخنده میشه تبسم و اینجوری؟ آره دیگه. خیلی مثلا میخواد بخنده یه تکونی هم به خودش میده. آره ایشون اصلا با چیزی به وجد نمیاد. نمیشه که باور کن. نمیشه. یه عطری یه ساعتی ایشون به نظر من روحیه اینطوری نداره. ما ندیدیم توش. فکر میکنم هارد اکسترنال بیشتر خوشحالش کنه.
برای تولدش هارد اکسترنال. آره هارد اکسترنال فکر کنم خوشحال آره. سال نو بود، ما یه ویژه برنامه رو توی پادگان دکوه هر سال میگیرن زمان عید، سال تحویل ما میریم اونجا. ایشون و آقای تاجیک بود که قرار بود اونجا سخنرانی کنن. اینا یه نقشه ریخته بودن، یه برنامه ریزی با هم کرده بودن، اون وسط آقای تاجیک اون بالا اول یه صحبتایی بکنه، بعد این عصبانی بشه بین مردم پاشو خلاصه هرچی از دهنش در میاد، البته خیلی با ادب و با احترام به این بگه، بعد بودو بودو بره سمتشو، همه فکر کنم میخواد بزنه اینو، بعد بگیره روبوسی کنن و بشینن کنارم و طنز دفاع مقدس بگن. بعد این پا شد، خب ما خیلی نسبت به ایشون چیز بودیم دیگه، پا شد اون چیز گفت و پا شد، منم دیدم این پا شده، ما هم پا شدیم و خلاصه ما هم سمت اون یه دفعه دیدیم اینا رسیدن و هم همدیگه رو بغل کردن و ماچ و بوس و فلان، ما این وسط زایده شدیم، هم همه به ما خندیدن هم ما به ایشون خندیدیم و خلاصه برنامه قشنگی اتفاق افتاده. آجاهای تدوینگر فوق‌العاده هم هست، تدوین فیلم، مستندساز، فیلمساز، اینا هم تازه یاد گرفته. ما لیاقت ایشون رو کمتر از شهادت نمیدونیم برای رفتن. ای بابا میاد با خادم ها میره رو داربست کار میکنه با این وضعیتش، جانباز پاش با عصارا میره، نمیدونم دکتر اخیراً بهش گفته بود که حرف دیگه نباید بزنی، مشکل پیدا میکنی، حنجرت ریت، با این حال میاد محکم وای میسه پای کار دفاع مقدس. در هر صورت من تنها آرزوم براش این فدایت. همه فدایت، فدایت خودمون. برای شما آشپزیتون چطوره؟ آشپزیم عالیه. راست بگی. نه یه جوری گفتین شک کردم. اعتمادم کم شد. راست بگی. یعنی همون که اعتمادتون کم شد، نیمرو درست کنیم، تمام رو درست کنیم، یه رو درست کنیم، دو رو درست می‌کنیم، پر رو درست می‌کنیم، کم رو درست می‌کنیم. متو یه چیز خدمتتون بگم، من از به خدمت یه املت درست کنم خاص خودمه. خب شما املت تو رو با زردالو درست کردی؟ نه. خب برو درست کن بخور این شب واسه فاست. به جا گوجه قسمت اصلیش زردالو بریز و دو تا گوجه هم داخلش خورد کن. یعنی زردالو رو تفت بدین؟ نه زردالو گوجه که گوجه رو چجوری برای املت درست آره. میکنی؟ خب همون زردالو استفاده. همون رو با گوجه مثلا 10 تا 20 دونه زردالو با دو تونه گوجه قاطی با هم بکنید، مخلوط کنید، بکوبید، تفتش بدید آره. بعد با تومون قاطی آره. کنید بخورید، 20 میشه. این اختراع خودتونه. آره شما چون به مناسبت برنامه تو هندوانه میتونید قاطیش کنید. چی بشه؟ تو شبات بخندی. خب دیگه چه خاطری؟ خدمت شما که آقای رام بود جانم. این که میگن ارزش‌های دفاع مقدس، شما چند نفر تو متحرد اینجا؟ همینقدر؟ بگم سنا کمی یه چیزی باسه هم میگم نمیگم. چرا بگیم؟ خاک تو سر اون گفتون یکی زنگی فتاله. من 16 سالم بود رفتم دوباره زنگ گرفتم قبل از زنگ. خودم هم رفتم خواستگاری همون کسی بود که همون رفتم خواستگاری و دختر خاله همون خودم 5 تا بچه بهمون داد. ماشاءالله. آره با اینکه مشکلات مادی هم تو زندگی داشتیم ولی اصلا نموندیم. یه قصه‌ای که حالا الان شما جوان ها در آوردید که حالا مثلا خونه و فلان و جایزیه و مهریه و فلان، یک قصه با این بازی شما هست. ما تو مریوان اصل قصه اون ارزش ان نکاح و سنتی، این ان نکاح و سنتی ارزشی که پیامبر برای ما گذاشته. بله. درسته؟ بله. بقیهش حاشیه است، اینکه حالا خطبه عقد چی باشه، نمیدونم خونچه چی باشه، بقیهش حاشیه است دیگه. من چیز نزدیک به 7 نفر رو وسط این شهر جنگی با بچه ها شوهر دادیم یا زن داریم از رفقا رو، اینا که پاسدارای که می اومدن یه خراب بسیجی که میمدن کار درمانی برای ما میچرخیدیم که زن نداره اینا رو، خلاصه جفتجو الحمدلله بعضش هم شهر در حین ماموریت و عملیات و اینا هم ازدواج و خانواده و بچه بود که از چند تاشون شهید شدن یه چند تاشون هستن، چون من میترسم از اون اسم بیارم گوشم الان میبرم خاطر این اسم نمیگم. الغرض این قصه خیلی قصه خوب بود که وسط اون دعوا و بکو بکو و بمبارانی برای با هم ازدواج بکنن. حالا از کم و کیف یکی اولیه رو تعریف میکنم، یکی همون قسمت آخریه.
من یه روز داشتم از خط بازدید میکردم تو مریوان، خدای برفی مریوان زبان زده. به استناد اون دوتا کارم، تخریب و امدادگر عملیاتی بهداری، تو جنگ کارم این بود. تو غیر جنگ هم من رئیس بیمارستان مریوان بودم تو شهر. جانشین فرمانده چند سالتون بود؟ اون موقع 24 یا 23 سال. چند تا بچه داشتین اون موقع؟ اون موقع یک دونه. بله. اولین بچه رو خدا بهمون داده بود. بعد خدمت شما بگم که این یه دوستی ما رو دید و گفت که این من این انگشت پام درد میکنه. به استناد اون شغل درمانی ما گفتم خب بیا این اوورد پاش از تو پوتین بیرون و 60 رو من دیدم 60 دیگه 60 نیست، مثلا 95 90 متورم شده. خیلی گنده گفتم این از دو سمت یه کیستم میزنه، خیلی اوضاع خرابی، حالا خیلی بخوام میگم حالتون به هم میخوره. گفتم آقا این کارش کار من نیست، باید بیا بیمارستان دکتر ولی یه کارش بکن. گفتم آخه داداش من آر پی جی نیست بزنم من، دکتر ببین دیگه. 10 روز بعد اومد بیمارستان مریوان، بردیم این رو اونجا، خلاصه خوابوندند. و بعد فردا صبحش که دکتر این رو گفت که این باید بخوابه چند روز اینجا چون عفونت زیاد داشته، تو میگی این فرمانده است باید بره حتما آنتی بیوتیک تزریق بده زود خوب میشه. گفتم حالا بخوابه، یه خوابید چند روز اونجا بود. من رفتم گفتم که عیال من با خودم بود تو زمان جنگ، گفتم عیال گفت چی؟ گفتم این جواز زن نداره. گفت که همینی که 60 پاش دعوت شده بود. گفتم که حال زن نداره چیکار کنیم؟ آه ایشون که حال زن نداره چیکار کنیم؟ گفتم یکی این خاره که مجردن بدیم بین. گفت بابا بد اخلاق که به این زن میده. گفتم حالا که این خانمان خیلی خوش اخلاقم، شما این بد اخلاق گیر بیا، منفی در منفی مثبت بچه‌شون شما. بچه‌شون خوش اخلاق میشه. خلاصه الغرضی که انتخاب کردیم ما زنگ زدیم به خونه این آبجیمون رو گفتیم به بابا که قصه اینجوری، ایشون موافقت خودش اعلام کرد و من این پلو آقا جواد. گفتیم آقا جواد، گفتم تو زن نداری اینجوری و فلانی برنامه ها. گفت حالا که چی؟ گفتم خواهم زنت بدیم. گفت نه من زن نمیگیرم، من اینجوری من اونجوری شروع کرد شلوغ کردن. این سنش تقریبا از بقیه پاسدارا بیشتر بود، 26 سالش 27 سالش بود. اینا خواهرای ما، گفت اینا خواهرام باشن، خواهر منم، من میخوام خواهرام شوهر بدم به تو ارتباط دیدم. گفت که خب من شرایط دارم. گفتم شرایط قبول، عیبی نداره. بعد وقتی موافقت آقای جواد گرفتیم رفتیم به آقای آبجومون گفتیم فردا صبح ساعت 9:15 قبول آقای جواد اکبری پانسمون کن. قسم نگفتیم چی ها، تعریف نکردیم. خلاصه بعد ساعت 9 ایشون رفت پانسمان که از ساعت مثلا 9 رو 9 و نیم زنگ زد آقای جواد، باید عسکری قبل تو. آقای روحان برد خدا نکنی خانمو بخوام کاری بکنم. کشیدن کو بودن آقا جواد زد که دستاشی در آوردن دیگه. هفته از این اتفاقات اونجا افتاد. یکی از اینا بعد از اینکه دیگه مقدمات و مؤخرات انجام شد گفت من میخوام همینجا مراسم عقدم رو بگیرم. گفتم آخه ناصر جان شهر جنگی، من وسط این شهر آمبولانس رو دستگل بزنیم ایار مبارک بادا نمیشه. گفت نمیشه. گفتم نه اصلا امکان نداره همین چیز، اصلا زشته بده. گفت مصر واشته. گفتم من قبول نمیکنم. گفت میرم به کسی میگم که قبول کنه. گفتم اگر پیامبرم بیاد من قبول نمیکنم، این حرفا نیست. گفت که بابا میرم به کسی گفتم که قبول نمیکنم. خلاصه ما خونمون داخل همون خود بیمارستان مریوان بود، یه اتاقی داشتیم 6 متر بود. بعد با عیالم شبا اونجا بودیم دیگه. بعد ساعت 11 شب رفتیم خونه، عیال گفت که مشتبه. گفتم بله. گفت این آقا ناصر اینا میخواد مراسم ازدواجشون رو اینجا بیان، شیدا تو موافقت نمیکنی؟ گفتم من موافقت نمیکنم، اصلا نیومده پرو من. چی گفتم موافقت نمیکنم در جا؟ گفت تو مشکلی نداری؟ گفتم نه تا خیلی نداره، فرهنگی خوبه. خلاصه قرار شد مراسم عقد عروسیشون اونجا انجام بدن، درست؟ من شدم مسئول ستاد ازدواج اینا. یه نمازخون توی بیمارستان داشتیم، این شد اتاق عقد اینا. یه سفره داشتیم توش غذا می‌خوردیم، مال برادرها بود. خود یه مقدار پارو پرود من سرتش زدم و ترتمی دست کشیدم رفتیم وسط این اتاق سفره عقد. یه آینه هم گذاشتیم وسط این، چند تا تیر و ترکش هم خانوما تزیینش کردن، شد سفره عقد اینا. حالا بگی خانوما الان بگو سفره عقد بزن 20 متر در 40 کمتر راضی نمیشن که خب بله باید هم زنه گیرن دیگه. خلاصه آبادان داشتن سر سفره عقد.
یه حاجی آقای اومد انکهت و منل کهت و یه دست رخت و دو دست تخت و دو تا شمدان نقره، پنج شیش تا پیاله، دو تا کیسه حمام، یه من زیرز کرمان، دو تا قالی کاشان از جامنه به داماد می آوریم براتون. دایی وکیلم گفتن عروس رفته خونپاره بزنه. عتی نه خودم گفتم ها، یعنی این چیزو بنده خدا نگفت این شعر رو. بعد خلاصه گفتن که خواست این خطبه عقد رو میخواد جاری بکنه، گفت که خطبه عقد میخواد جاری بکنه، مهریه شما چقدره؟ آیران بود به خدا نه قصه نیست، اینا حقایقی که داخل این مملکت اتفاق افتاده. بله. اگر میبینی ازدواج به اون راحتی صورت گرفته، با این دختر پسر که محور اصلی کار بودن، اون ارزش هم اصل کارشون بود، راحت گرفتن کار رو. یک جلد کلام الله مجید، یک نهج البلاغه حضرت امیر، یک چادر سفید نماز، یک دونه تیر فشنگی شد مهریه عروس خانم. خب تو مهریه میده بود حتما پول باشه، نمیتونی بگی مثلا من صد شاخ گل. بله. باید پول باشه. بله. که اون روز من یادمه این فشنگ رو قیمت گذاری کردن 7 تومن و 2000. اون شد عدد پولش. من بعدا سوال کردم از اون عروس خانم، دانشجوی دانشگاه تهران بود، گفتم ببین چادر نماز فهمیدم، قرآن نجوبه غرف، تیره چی بود؟ گفت اون سه تا تفکرمه، اینم برای حفظ اون تفکر است، اون فشنگی برای حفظ اون تفکر است. اینم بعدا من ازدواج کردن، خلاصه مهریم چی جایزی هم نگرفت دامه، گفت خب جوانم میرم کار میکنم. حالا شما اون ارزش بردار بیار الان بز اینا بگو و به این خانوما الان بگو خرید از این یادم رفت بگم این اصلا یادم رفت. وای وای این حلقه، اینا هر چی بگذره از حلقه میگذرید؟ نه کار درستی هم میکنن. اصلا این حلقه نماده، چرا؟ این من حلقه دستم نمیکنم که کسی نگه از که زن داره. چرا؟ حالا دیگه برم یعنی چی؟ چقدر رو؟ چیه ماجرا؟ رو ما تا اینجا سلام داری، اواجش تا اینجا میاد دیگه. خب؟ اینجا تو رموزات پیرمردیه، شما همون زوده کردی چیزا یاد بگیری. درست؟ خب این نمایش، این خانوما وقتی تو جلسات میرن فرقی نمیکنه، جلسات مذهبی باشه، عروسی باشه، عزا باشه، هرچی. اینه که مثلا شما مادرت میره توی مجلس میشینه میخواد برات زن بگیره، اول نمیکنه دست دختره. این دسته که حلقه باشه هیچی بهش نمیگن. اگه حلقه نباشه خب سلام عروس گلم دختر قشنگم از این نماده، چیز خوبی هم هستا. خب اینا الان بزنه چقدره؟ حلقه چقدره قیمتش توی مملکت؟ نیو اینو نمیدونم. نه میگن یه تومن. یه تومن. شما فکر میکنید حلقه این زوج جوان اون زمان که هر توشون هم زندن ها چی بود؟ سیم. سیم خوردار. سیم خوردار. دیگه چی؟ فشنگ بوده نه. یه ببین خدایا آقا رام بود اینا قصه نیست به خدا. بگیم یه تیکه نخ رو دو تیکش کردن گره زدن به دست هم دیگه شد حلقه داماد علی خان. بلکه واقعا الان یکم زندگی داره. اینکه من میگم مثلا یک سال پیش از این ازشون از یک سال پیش از این الان خبر ندارن ازشون. این پاسدار جوانمو آقا ناصر فامیلیشو نمیگن. این بعدن مهندسی عمرانشو گرفت شد مسئول فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. اون آبجیمونم اسم کوچیکش نرگس بود. حالا من دیگه بقیه فامیلیش نمیگم. ایشون هم شد مسئول تکواندو کارای جمهوری اسلامی ایران. یعنی ببین اون تفکر، این دو تا زوج فعال و جوان زندگی بسیار داره. حال اینا که داره یارو چرت و پرت یه حرفا چی هست؟ دستتون درد نکنه. چی حالتون رو بد میکنه؟ درویی، دروغ، نفاق. امام یه جمله دارن میگن که منافقین از کفار بدترن. نفاق خیلی چیز بده. که من روبرو شما یه چهره نشون بدم پشت سر شما یه چهره، این خیلی بد. کافر رو پشت سر روبروش مشخصه. مثلا نفاق خیلی بد. خیلی حال من خراب. حالتون بد میشه چیکار میکنین حالتون خوب شه؟ کار خاصی نمیکنم ولی یه وقتایی که یه خیلی حالم خراب میشه، یعنی یه خیلی دست از همه جو کوتاه میشه، میشه مثلا دو رکعت نماز میخونم یا آیه از قرآن میخونم مثلا. اشکم میریزه. حالا خیلی اهل اشک نیستم من ولی اگه پیش بیاد
یه منفعتی هم داشته باشه. اشکرم یه روزه. بله قرآن خیلی تسکین میده. مثلا این نیست که من خیلی قرآن بخونم، ولی واقعا اون زمانی که میرم سمت قرآن خیلی تسکینم میده. زنده باد. دست شما درد نکنه. دلتون برای یه خنده کی تنگ شده؟ سید رضا دستواره خیلی میخندید. احمد متوسلیان فرمانده اون بود کم میخندید. ولی تبسم که میکرد خیلی باصفا بود. مثلا رضا دستواره اصلا دلم برای اون شیرین کاریش خیلی تنگ شد. خیلی بچه سرزنده و باصفایی بود. بگم براتون تنگ شده براشون؟ بالاخره دیگه شما اصلا یعنی از استادیوم میاد بیرون اینا یکی از این فیلم بردارا فردا نیاز زنگ میزنی حسن حسین کجایی؟ چرا نه مریض بشه بلند میشه میگه عیادتش با ما حالا به تو این وادی ها زیاد نرو دیگه یه چیزی میخواستین تعریف کنیم؟ از دستباره میخواستم بگیم آره خیلی آدم اهل زنگ خیلی پهلوان و دلاور بود اهل خیلی شوخته بود احمد متوسلیان فرماندهمون زندگی داخل آسایشگاهش با زندگی فرماندهیش با هم فرق میکرد. یعنی شما وقتی میاد داخل آسایشگاه وارد میشدی نمیسید این احمد همون احمدی که داشت تا دو ساعت پیش این هدایت عملیات میکرد. مثلا اون اوایل جنگ که خیلی درگیر نبودیم مثلا عملیات فتور خیلی سرمون شلوغ نبود. تو پاوه که بودیم تو آسایشگاه که زندگی میکردیم بچه‌ها میگفتن میخندیدن جوک میگفتن صحبت میکردن یه رفیق داشتیم می‌خواست این هرس گفت من این هرس اینه تو آسایشگاه در میارم ما گفتیم نمیتونی رفت از قطارا خریده بود تو شهر پاوه کرمانش از قطار هست بچه‌ها باش بازی میکنن احمد خیلی فلسفه دوست داشت فلسفه میخوند میاد به پشت این بچه‌ها میخوابیدیم بنده خدا اسمش هم محمد بود این بچه‌ها دو تا پاشم از پشت مینداخت روی پشتش تا میکرد مینداخت بعد جلو احمد میخواد این بچه‌ها صدای ماشین در میاد میاد روی این کتاب احمد هی مثلا که از این کتابو میخواد بیاد بالا زور میزد بوق میزد سوت میزد احمد گفت برادر محمد خجالت بکش خجالت بکش یک بار نشد تو این آسایشگاه مثلا بگه آقا مرد که گنده ولکام پاشو ببین سینه خیز بره طرف حالا اینیا کن بزا دستواره یه گفت بچه‌ها بیاید احمد رو بذاریم داخل حیاتی بیمارستان مریوان روی تقریبا یک متر برف شما برف میدونید چیه چونش نهیدید دیگه الان چند سالیه نه دیگه فکر نمیم بچه ما به برفی برسن ما گفتیم آخه رضا چهار پنج تا جمع گفتیم آخه رضا احمد بفهم مقتول رو برف پدر ما در میره تازه اون بوکسور هم هست مگه میشه نصف شب اینو انداخت تو برف گفت من رفتم زاغسی ها اینو چند شب چوب زدم تو کیسه خواب میخوابه زیپشم تا این بالا میکشه دستشم تو کیسه خواب هست اوه آماده است بسته بندی شده آره ساعت دو دو نیم به بعدم دیگه بارتون خروپفشم هواست اصلا که انه تو این دنیا نیست بریم سراغش گفتیم خب فردا صبح میفهم گفت کسی نمیخواد بگه تو هستی و تو چهار پنج نفر تو هستی و تو هستی و تو هستی خواست با هم عهد همین بدیم کسی لو نده مطلب رو باش رضا وقتی که نقشه رو ریخت دیگه دست بهشون دست هم دیگه تعهد شرعی گرفت از اون و شر که آقا تو رو خدا نگید قصه ها این تو دیگه لو بره احمد بیچاره همون میکنه از تک تکمون رضا دستواره میگفت مشتاق از کدی به کسی نگی ها مثلا علی میری کنی به کسی نگی مثلا تق سلیمان سلطانی به کسی نگی باش خواست ساعت دو رفتیم یه پتو رفتیم به احمد لا اله الا الله بلند که این پرت کردیم آقا رو وسط برفای سپاه پاوه احمد متوسلیان همه در رفتن اتاق من این گوشه سیبداری داشتیم بهداری این کنار بود من رفتم اونجا در کم واز کردم داره غور میزنم میاد داخل حالا فردا صبح بشه من میدونم با شما چیکار بکنم من چقدر پدرتون رو در میدم میگفتم میام حالا ما هم که هم داخل اتاق من دیگه در بستم یه لحظه هستم که یه نفر دیگه داره با این صحبت میکنه دو نفر شدم بعد گفت دیدم داره میگه آره بعد احمد من از نقشه اینا خبر داشتم میدونستم این مشتبه عسکری بوده و فلان بوده و فلان و فلان و فلان نگاه کردم دیدم رضا دستواره است لو داد؟ آره لو داد ما تا فردا صبح یک کلام به روی ما نیه بودم سر این قضیه یک کلام به روی ما نیه خطر گذشت بله دست شما درد نکنی ما یه خواهش ازتون داریم ما طبق رسم مهمان ما 5 ثانیه به تماشاچی در منزل لبخند میزنیم
تماشاچی در منزل با ذکر نام مهمان یعنی مجتبی عسکری از 1 تا 10 به این لبخند امتیاز میده. ما پایان هفته امتیازها رو جمع میزنیم، هر 5 مهمون هفته رو به بهترین لبخند هفته 1 تندیس میدیم و میگیم که این لبخند از جانب همه مردم انتخاب شده در این هفته. آمادگیشو داریم؟ من یه 10 روز رفتم دکتر، یه مشکلی فک و اینام داشت، بعد دکتر دست بذاشت اون صورتم خندم میگیره. میگفت چرا میخوایی تو باید گیری کنم؟ گفتم نمیدونم، من بخوام تو دوربین یا کنم. آماده باشین، میشماریم، دوربین بفرمیم. 1 2 3 1001 1002 1003 1004 1005 دست شما در نمید اینقدر شیرین، اینقدر خوشروحیه و دمتون گرم که جنگیدین و گذاشتین الان ما اینقدر بتونیم شادی رو ترویج بدیم. حالا حتما این قصه های شیرینش بودیم. بله سخت. دمتون گرم. ما این لوح تقدیمتون میکنیم بابت این که محبت کردیم بودیم به این برنامه و 1 ساعت سعی کردیم در کنار مردم شاد باشیم. خدا حفظتون بکنه. لطف بکنین یه جایی بذارین که ببینینش، هر دفعه هم دیدین یه لبخند بهش بزنین به ما میرسه. حتی خدمتتون گفتم من شما قبل از اینکه این خندوانه رو وزن هندوانه بذارید اون لغات مثلا ما گفتم مثلا گردان بهداری گفتم گردان سیب داری. کارگزینی میشد کارگرزنی، پرسنالی میشد پرسندلی. یا تدارکات داشتیم، شما چه تدارکات دارین؟ بله. نداره چیزی بهش گفتم ندارکات. شرکت مبلمان ایتالفوم هم اینو تقدیم شما کرده، ما اینو میذاریم این زیر تقدیم شما میکنیم با دست خود. مخالص عادت شما در نظر بسیار ممنون. چیزی می‌خواستین بگین؟ حالا راضی زحمت نیستین شما یه مورد دعوت کردید بود. منتقدی هست. دست شما در نظر. آقا توی ازدواج سخت نگیر تو رو از درماسا. خب دست های چپ بالا، دست راست میگیم چپ 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 همیشه من میگیم راست. خواهش میکنم خواهش میکنم چپ 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 های بابا خیلی خب باشه باشه چپ بیا بابا چپ چپ یه روز خوبه میایی بی بهونه، آروم آروم تو خنده جانمونه، یه حرفایی داریم شنیدنیه، یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هنده بونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است، همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از جا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو حرفای فلسفی رو آمیانه میرسونیم به گوش و صادقانه، مثل رنگ گرم سادگیمون یا رؤیاهای توی بچگیمون. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است، همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو چشممون میشه با تو باشیم، شاید بی این شعر از هم بپاشیم. دنیای ما مثل هنده بونه است، یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است، همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم، دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم،
ودو ودو ودو. آفرین. خدافزی کنین؟ خدافزی کنین. با دست چپ. ای بابا. با دست چپ. باشه بابا دست چپ. بس عزیز من. آقای خبرنگار تمومش کن. باشه. با دست چپ. خدافزتون بکنه. شاد باشید. خیلی مخلصیم. دوستتون داریم. لبخند فراموش نشه. خدافزتون بکنه. خدافزتون باشه. شاد باشید. بعد بگین. خدافزتون بکنه. آماده؟ یک. اصلا تو بگو امرو. باشه. کی بچرا؟ سه. سه. چهار. سه. دو و دو. با واسطا سه شاد باشید.